آقای هیمن قربانی، شما پسر آقای حیدر قربانی هستید؟ بله، فرزند کوچیکشم. چند پسر و دختر داره آقای حیدر قربانی؟ دو پسری، یکی از خودم بزرگتر اسمش حمیدی. و خواهری هم نداری؟ نه، هیچ خواهی نه. پدرتون به جرم قیام مسلحانه دستگیر شده و 2 سال پیش و حکم اعدام بهش دادند. در حال حاضر حکم اعدام رو هم تایید کردند. رئیسی ظاهرا نپذیرفته اعاده دادرسی رو. پدرتون چجوری دستگیر شد؟ شما اونجا بودید وقتی که دستگیر شد؟ من خونه نبودم، من به مادرم اومدم خونه به طوری وحشیانه از در و دیوار بالا اومدن تو خونه، پدرم رو دستگیر کردن. بعد 10 دقیقه رفتن آمدن، مامورا ریخته بودن تو خونه. به مادرم گفته بودن اگه خودت نیای ما مجبوریم گنی بکنیم سرت. خب بعد پدرت رو دستگیر کردن، سلاحی هم گرفتن اونجا؟ تو نه، خونتون بود این داستان؟ هیچی، انقدر دلیل نداشتن، گوشی هامونو بردن، گوشی هامونو با لباس کردی پدرم رو بردن. خب وقتی که اومدن پدرت رو دستگیر کردن، میگم اونجا هیچی هم به غیر از گوشی تلفن و اینا چیزی پیدا نکردن؟ چی نبود، هیچی پیدا نکردن، تنها گوشی خانوادم رو بردن. خب اینا چه دلیلی دارن؟ چرا اصرار دارن که پدر شما در قیام مسلحانه بوده؟ میخوان آدم های با غیرت و با شرف و با ناموس رو اعدام کنن. میخوان اونی که اعدام کنن که بوی مردانگی ازش میاد. پدر شما یعنی در هیچ درگیری مسلحانه هم نبوده، درسته؟ من دلش نمیاد یه گنجشک زخمی کنم. الان چه برسه به قتل؟ خب احتمالاً این در مورد 3 بسیجی که کشته شدن سال 95، کسی رو پیدا نکردن، پدر شما رو دستگیر کردن. اینا رو به پدرم رو پیدا کردن، الان همه میخوان پدرم رو اعدام کنن. ولی من از سازمان ملل تقاضا دارم که نذاری پدرم رو اعدام کنن، ما رو از بی پدری محروم نکنن. یعنی اجازه دادن شما بی پدر بشید منظورشون؟ خب بحث من این هست که شما اینکه پدرتون بی گناهه در درگیری مسلحانه حضور نداشته و اساسا درگیری مسلحانه ای نداشته، سلاحی نداشته، اینا رو همه جا گفتید؟ همه جا چه جور یعنی؟ یعنی به مثلا دادستانی و به مراجع قانونی جمهوری اسلامی، به دادگاه، به میدم گفتی چی؟ شما به دادگاه گفتید که پدرتون هیچ جرم، یعنی دست بردن به سلاح نداشته، برای چی باید اعدام بشه؟ گفتن، اون آدم گفتن. خب چی جواب دادن؟ ولی رد، چجور بگم، میگن حیدر گناه داره، ولی در حال حاضری که پدر من بی گناه. اعترافی که از پدرت گرفتن یه چیزی پخش کردن در تلویزیون، اعترافات اجباری، البته این تازگی نداره. این جریانش چجوریه؟ این دولت جمهوری نااسلامی با وحشیگری و چجور بگم دیگه، با وحشیگری 3 روز، 3 شب و 3 روز پدرم مورد آزار شکنجه جسمی و روحی قرار دادن. دیگه پدرم هم به پدرم گفته بودن اگه این فیلم رو پخش نکنه ادامه دیگه. زورکی بوده، یعنی زیر شکنجه ازش مصاحبه گرفتند، که البته در جای مختلف این اتفاق افتاده. خب بحثی که هست اینه که خود پدرت در ملاقاتی چیزی به خانوادت گفته که تحت شکنجه بوده این داستان؟ اول دفعه گرفتی ملاقاتش، یعنی اثراتش هنوز مونده بود، اثرات شکنجه؟ زندانی، یه همزندانی داشت، آزاد شد. اون گفت خودم دقیق 50 شب پیش حیدر بودم. گفت تمام بدنش جای کبودی بوده، یعنی کتکش زده بودن و شکنجه کرده بودن. شکنجه کرده بودن و کتک کارشم کرده.
خب با این وضعیت چه درخواستی داری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از فعالان حقوق بشر در مورد پدرت آقای حیدر قربانی؟ من تنها این درخواست دارم که نزای پدر من بیگناه اعدام بشه، مرا از بیپدری محروم نکنه. نمیخوام سازمان ملل سقوط کنه. امیدوارم سکوت نکنن و صدای شما رو بشنون. نه. بسیار خوب، سپاسگزارم.